قیام مردم ایران در اوج جدید خودش بیش از دو هفته رو سپری کرد. قیامی که فرازهای پرشکوه خودش رو بر جامعه ایران به جا گذاشته و همه اقشار جامعه رو هم در بر گرفته. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با هنرمند مقاومت ایران خانم گیسو شاکری تا در مورد این قیام و استمرارش و همینطور نقش زنان و هنرمندان در این قیام و استمرار این قیام گفتگو کنیم. ابتدا می‌خواستم سلام عرض کنم خدمت شما خانم شاکری. با سلام به شما و درودی گرم و آتشین به جوانان شورشی در ایران، به خانواده‌ها و به خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در این قیام از دست دادن ولی غرورآفرین همچنان به مبارزه ادامه میدن. درودی دیگر میفرستم به تمام کانون‌های شورشی که واقعاً آتش بر این نظام دارن میزنن. ضمن تشکر از اینکه این امکان رو به من دادین که پیامی با مردم ایران در ارتباط باشم، نقش قیام رو در این دو هفته ای که گذشته واقعا هنوز اولا که نقشش نقش جوانانی بود که واقعا غرورآفرین به جهان نشون دادن که چگونه بعد از 40 سال واقعا راهی رو انتخاب کردن که راه درسته، راه مبارزه واقعی با این رژیم. بله. راهی که راه‌های مختلفی رو اینها رفتن ولی واقعا به نتیجه نرسیدن. نهایتا رژیم راه درست رو خودش جلوی پای اینها گذاشت. یعنی همون جوری که مسعود گفت با آتش جواب آتش باید جلوی این ایستادن. و ایستادن، مبارزه کردن، در راه آزادی جان باختن، اما همچنان در خیابان‌ها هستند. البته که ناگفته نماند با کار بسیار فجیعی که این رژیم و پاسدارا، لباس شخصی ها، بسیجی ها و عوامل رژیم انجام دادن و کاری رو که در دنیا بی سابقه بود انجام دادن، یعنی اینترنت رو به روی مردم بستند که این صداهای اعتراض، این فیلم ها به بیرون درز نکنه. اما همچنان دیدیم که دیوارای صوت رو هم میشکنن، این صداها دیوارای صوت رو هم شکست، دیوارای اینترنت رو هم با اینکه بسته بود شکست و تمام صداهاشون به بیرون اومد و ما اینجا خارج از کشور بازتاب درد و صدا و غرور اونها بودیم که اینجور ایستادن. البته هنوز ابعاد فجایعی که این رژیم انجام داده مشخص نشده، داره همینجور مرتب فیلم های این دوره‌ای که اینترنت بسته بوده، البته همچنان همه اینترنت در سراسر ایران باز نشده، بعضی استان ها هنوز بسته است، ابعاد این جنایت داره میاد بیرون و تمام جهان دارن واقعا میبینن که چطور یک رژیم تا دندان مسلح برای یک خواست خیلی ابتدایی مردم، برای معیشتشون بلند شدن و اعتراض کردن، چجور اینا رو سرکوب کرده. اما درود دوباره میفرستم که این جوونا، مردم، پدران و مادران پرغرور با اینکه جووناشون رو از دست دادن همچنان در خیابانا هستند، اعتصاب ها رو شروع کردن و این قیام همچنان ادامه داره، هرچند که تمام نیروهاشون رو اینا جمع بکنن اما قیام آفرینان ابتکارهای خودشون رو به کار میبرن و نمیذارن که این آتش دیگه خاموش بشه. این آتش هر روز داره شعله ورتر و شعله ورتر میشه. بله خانم شاکری، شما البته بخشی از سوالی که میخواستم ازتون بپرسم رو در صحبتتون خیلی خوب گفتید، ولی همونطور که میدونین خود رژیم و کارگزارانش هم از ابعاد گسترده قیام مردم ایران خودشون ناگزیر هستن که خبر بدن، در این حال ولی میگن که این قیام رو مهار کردن. نظر شما چیه؟ آیا این قیام مهار کردنی و خاموش شدنیه؟ خب از این اباطیل این افراد زیاد میزنن که قیامو کنترل کردن. چطور ممکن وقتی خودشون میگن مثل ابعادش مثل جنگ جهانی بوده، مگه میشه ابعاد قیامی که در مثل جنگ جهانی بوده یعنی خاموش بشه؟ خب به هر حال اینا مجبورن یه سری اباطیل رو به خورده به اطرافیان خودشون بدن که بتونن موضوعاشون رو نگه دارن در صحنه. چطور ممکنه وقتی دیشب فیلم میاد از ایران خارج میشه که یه منطقه رو در مشهد به آتش کشیدن قیام کننده ها، چطور ممکنه که این قیام خاموش باشه وقتی که امروز همه اعتصاب کردن؟ به هر حال تمام دیکتاتورها در دوران سقوط خودشون از این حرفا زیاد میزنن. یادمون نره که از این حرفا در رژیم قبلم شاه در دوران پایان کارش میزد.
اما ما میدونیم که این قیام دیگه سر بازی ایستادن نداره، هست و اخبارش میرسه و تمام رسانه های غربی هم حتی دیگه به این نتیجه رسیدن که دیگه هیچ چاره نیست جز تموم شدن و جوانای قیام وایستادن، مردم ایستادن، دیگه هرچی که بعد از دست داده باشن از دست دادن، دیگه از جان که عزیزتر نیست که ایستادن. و این قیام هرگز دیگه، ببینید ما اگر که پروسه مبارزات مردم رو نگاه بکنیم اصلا خیلی مشخص میرسیم به این نتیجه که دیگه این قیام سر بازی ایستادن نداره. شما از 96 تا الان ببینید که چگونه هر روز اعتراضات گوش و کنار محلات کوچک، شهرهای کوچک بود و یهو این زنجیر به هم وصل شد و خوشبختانه خود رژیم داره اینو میگه، یعنی وقتی خودش میاد در نماز جمعه شو نمیدونم در این شعبت بازی هایی که داره انجام میده اعتراف میکنه که چقدر ابعادش این قیام بالا بوده، خب این اباطیل رو هم باید بگه که مزدوراشو نگه داره دیگه، وگرنه مزدوراشو از دست میده. بله، یکی از اعترافایی که توی رسانه های حکومتی ما شاهدش هستیم، هم در تلویزیونش تو گزارشاش هست و غیره، اعترافش به حضور فعال زنان در این قیام هست. اولا علتش چیه و ثانیا چرا رژیم روی این نکته اینجوری انگوش میذاره به نظر شما؟ ببینید، راه حل رسیدن به مطالبات زنان در طول این 40 سال یه پروسه‌ای رو طی کرد. حتی پیشنهاداتی بود، جنبش های به وجود اومد که حقوق با حرکت های اعتراضی و مدنی بخوایم مطالباتمون برسیم، اما خب رژیمی که قوانینش بر مبنای تبعیض جنسیتی و نابرابری هست، اولین نشانش رو هم به اولین هدفش هم زنان بوده در طول این 40 سال، کما اینکه ما میبینیم که 3 هفته بعد از به قدرت رسیدن اینها تظاهرات زنان رو چگونه با تیغ و چماق و زنجیر و هرچی که به دست مزدورانشون بود سرکوب کردن، زنانی که فقط خواستشون این بود که انتخاب پوشششون اختیاری باشه و شعار میدادن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. 40 سال از اون شعار گذشته و تمام راه ها رو این زنها رفتن. زنها به این نتیجه رسیدن که تنها راه رسیدن به مبارزه به حقوقشون یک مبارزه درست و انقلابی است و اینو در مبارزاتی که کردن ما دیدیم که واقعا در تمام فیلم هایی که می اومد بیرون رژیم بی خود خودش به این اعتراف نکرد که زنان سردسته این تظاهرات بودن، زنان شکل دهنده بودن و اینو ما در فیلم ها دیدیم. اما چرا به این راه میرسه؟ ما در طول تاریخمون زنان مبارز و مجاهدی داشتیم که چه در دوران پهلوی چه در دوران بعد از انقلاب ضد سلطنتی این مبارزات رو ادامه میدادن. اینا الگوهایی بودن برای این زنان. حتی من خاطرم هست که وقتی که شاه در یک مصاحبه‌ای وقتی که با فاطمه امینی در زندان زیر شکنجه بوده و مبارزه میکرده، شاه باورش نمیشده که ممکنه یک زن، شاهی که همه میگن خیلی حقوق زنان رو رعایت میکرد، حتی اون انقدر زنان رو کم میدونست که میگه که این زن وزیر شکنجه مقاومت میکنه. یعنی از همون دوران زنانی بودن که الگو بودن، زنان مبارز، مجاهد، فدایی که در طول اون سالها مبارزه کردن و الگو شدن برای زنان بعد از انقلاب. و بعد از انقلاب ما دیدیم که در زندان سال 67 چگونه زنان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی ایستادن و مبارزه کردن، جانشون رو دادن، چقدر زنان که اعدام شدن، اینا همه الگو بودن. و بعد در حین پروسه هایی که در مبارزات زنان بوده اومدیم رسیدیم به زنان اشرف، چگونه اینها ایستادن جلوی تبر و توپ و تفنگ و موشک و ایستادن، مقاومت کردن، اینا الگو میشن. مگه میشه که بدون الگو به یک جای رسید؟ یعنی زنانی رو دیدن که با دست خالی ایستادن، زنانی رو دیدن که فرماندهی کردن. و بعد میایم ادامهش رو میبینیم، ضمن این که در طول این سالها زنان در فرماندهی بودن، رهبریت یک تشکیلات مهم با زنانه، زنان شورای رهبری سازمان مجاهدین، خانم مریم رجوی که در
رهبریت یک مقاومت و روزانه و شبانه تمام شبانه روز داره با یک شعار به میدان به میدانه میتوان و باید و به زنان این پشتیبانی رو میده که کس نخارد. ما خودمون زنان و چندین و چند در تمام صحبتاش وقتی در مورد ده ماده‌ای صحبت میکنه میگه زنانن که این رژیم رو پایه‌هاش رو از بین میبرند و میشکنن و نشون دادن زنان در این قیام واقعا که در خط مقدم ایستادن و همینه که وحشت کرده رژیم و اعتراف میکنه که اینها تشکیلاتی هن، اینا با لباسای متحد میان، اینا مشخص در میدانن و میان و سردستگی رهبری میکنن و بعد پخش میشن دوباره جای دیگه میره رهبری میکنن. در فیلم ها دیدیم که اینا چگونه شجاع و نترس میان و با این مزدورا مقابله میکنن. همه اینها باید در یک پروسه‌ای به دست بیاد و این به هر حال در پروسه مبارزاتی تئوریک زنها اینو به دست آوردن. بله، میخواستم بپرسم که شما که خودتون هنرمند هستید، از هنرمندان مقاومت هستید، به نظر شما نقش هنرمندان در استمرار این قیام چی هست؟ ببینید، ما نقش هنرمند رو باید در شرایط سیاسی که یک مملکت توش هست ببینیم. در شرایطی که بچه های ما سینه هاشون رو سپر کردن و گلوله میخورن، تو مغزشون شلیک میشه، این شرایط شرایط خاص و بحرانیه. در این شرایط که پیشتازان جامعه، چهره های بیرونی جامعه، اینا نقش بسیار مهم میدارن در استمرار قیام، در پشتیبانی دادن، در همراهی کردن، در کنار مردم بودن. بنابراین 100% نقش هنرمندان بسیار مهمه. متاسفانه الان فرصت نیست که من نقش هنرمندان رو در قیام ها و انقلابات مختلف جهان بگم که چگونه اینها در کنار مردم بودن، در یونان، در شیلی، در مکزیک، در کشور، در لهستان، در چکسلواکی، چگونه اینها در کنار مردم بودن و صدای مردم رو به گوش به جهان رسوندن. ببینید، نقش هنر اینه که شما میتونین با یک دونه خط، با یک کاریکاتور کوچیک، یهو یک درد بزرگ رو به تصویر بیارید. میتونید ببینید همه مردم، خصوصا در خاورمیانه، همه که سواد خواندن و نوشتن ندارن، یعنی به خاطر اون دیکتاتوری حاکم نذاشتن که تمام اقشار جامعه بتونن بخونن و بنویسن و در جریان اخبار قرار بگیرن، ولی یک صدا، یک ترانه، یک بیت شعر، اینا احتیاج نداره که شما بتونین بخونین و بنویسین. این فقط نشون میده که شما چگونه هنرمندتون داره ازتون پشتیبانی میکنه. یک خط شعر میتونه از لای یک کتاب در بیاد، با یه ترانه پرواز کنه و بره توی مردم و با قیام و با قیام کننده ها همه با هم به صدا در بیان و پشتیبانی بده بهشون. مثل پشتیبانی مسلحانه میمونه، حتی بعضی وقتا یک صدا، یک ترانه، یک نمایش، یک مجسمه، هر حرکتی، یک نوشته میتونه مثل یک ارتش عمل بکنه. بنابراین نقش بسیار مهمی دارن هنرمندا و این زمان زمانیه که تمام ابزارهای هنری باید به عنوان یک اسلحه در خدمت این قیام و استمرار قیام باشه. الان وقت نمایش معمولی نیست، الان وقت جشنواره معمولی نیست، الان وقت این که ما بیایم در صحنه فقط هنر رو بخوایم نمایش بدیم نیست. الان بزرگترین هنر رو دارن جوونا در ایران، مردم ایران در صحنه دارن به نمایش میذارن. ما باید هنرمندا در کنار اونها باشیم و این هنر مبارزه رو به پایان برسونیم تا سرنگونی. بله، شما در مورد وظایف هنرمندان الان خیلی خوب صحبت کردید. ما شاهد این هستیم که علاوه بر ایران، در عراق هم که الان قیام برپا است، هنرمندان در قیام و انقلاب مردم بسیار بسیار فعال هستند.
ببینید، اولا که فرصتی هست که واقعا درود بفرستم به جوانان، قیام آفرینان و مردم عراق که واقعا باعث غرور ما شدن در منطقه و هنرمندانی که در کنار اینها در خط مقدم مبارزه بودند و در خیابان‌ها بودند. مردم عراق واقعا نشون دادن، هنرمنداشون، تمام چهره‌های بیرونیشون، از ورزشکاراشون، همه نشون دادن که ایستادن تا با این رژیم بنیادگرای ایران رو پایه‌هاشو در اونجا ببرن. واقعا مردم نشون دادن که ملیگراییشون اینجا اومد تو صحنه که اجازه نمیدن حکومتی که نمیتونه کشور خودش رو اداره بکنه اومده اونجا رو غصب کرده. حتی و چیزی که خیلی مهم بود این بود که در طول این مدتی که رژیم خامنه ای و عمالش، هشت و شعبی و تمام عوامل مزدورش در عراق بودن و سعی کردن با تمام پولی که دارن خرج میکنن، ولی نشون دادن که نتونستن و تونستن چهره اصلی خودشون رو نشون بدن. در این مبارزات مردم به دو دیدگاه پی بردن. یکی دیدگاهی که دیدگاه بنیادگرایی و ارتجاع خامنه ای آخوند هاست و دیدگاه آزادی خواهانه و برابری طلبانه مجاهدین. رسیدن به اون دیدگاهی که واقعا درست انتخاب دارن میکنن، دیدگاهی رو که وقتی مجاهدین در اشرف بودن اونا باش آشنا بودن، ولی و رژیم آخوندها با تمام پولی که خرج کردن که بتونن اون دیدگاه رو کنار بزنن، متاسفانه خوشبختانه رسیدن مردم عراق با اونجایی که نه، این رژیم بنیادگرا رو باید از بین ببرن. حتی خبری رو و دیدین که مردم چجوری تو صحنن، همچنان تو صحنن و نمیرن و به خواسته هاشون دارن به تک میرسن و زنجیر شدن با مردم ایران، با قیام مردم ایران. این استمرار ادامه داره در لبنان، عراق، ایران. و هنرمندان لبنانی رو هم اجازه بدین باز از اینجا یک نام ببرم که چگونه این هنرمندان اومدن در میدون و جلوی مبارزه و با مردمشون ایستادن، خوندن ترانه های اعتراضی رو. مردم عراق، مردم ایران، مردم لبنان واقعا به آزادی، واقعا مستحق آزادی و برابری هستن و به اون خواهند رسید. به هر حال درود میفرستم به تمام مردم عراق، ایران، لبنان مجددا، به هنرمندانی که در کنار اینها وایستادن و این انتظار میره که هنرمندان ایران هم بیان و در کنار مردم وایستن و آتش، جواب آتش این رژیم رو بدن. بله، خیلی خیلی تشکر میکنم از شما خانم گیسو شاکری که در این گفتگو با ما همراه بودین. منم سپاسگزاری میکنم از شما و امیدوارم که این قیام، این قهرمانان غرورآفرین با همون شعار آتش، جواب آتش، صحنه رو خالی نذارن و همچنان در صحنه باشن و ما همینجا وظیفه‌ای که داریم اینه که صدای اونا رو رسا نگه داریم و استمرار قیام رو در این طرف جهان ادامه بدیم. بله، خیلی متشکرم. خب بینندگان عزیز، گفتگوی ما رو با خانم گیسو شاکری دیدید، فکر کنم خیلی مناسب و به جا باشه که در انتهای این گفتگو هم یکی از ترانهای ایشون رو با هم ببینیم و بشنویم. از شیخ حذر کن هان، این ذلت بی حد را در مد نظر بنشان. این قوم چو جغد شوم، بنشسته به مرز و بوم، خلقی به بلا محکوم، میهن ز
ستم بیران بس سر خد افتاد است بر خاک ستم بنگر در کارگه ظلمت در دادگه شیخان ای خلق تو اسیان کن این نظم تو ویران کن اندیشه دیگر کن تا راه شود شده بس تنها بس قد شده دستان خونه همگان خوردن مال همگان بردن بدکار همه اینان بدنام همه شیطان ای خواب تو اسیان کن این نفس تو ویران کن ای خواب تو اسیان کن این نفس تو ویران کن ای خلق تو چه دیگر کن تا راه شود آسان تا کی به سکوت و صبر این رخت از آدر بر شو مشت گره کرده بر فاجعه زن پایان بر فاجعه زن پایان بر فاجعه زن پایان